هرزگان حکومتی، شما فراموش نخواهید شد. این بخشی از صحبت‌های جنجالی علی کریمی بوده که در واکنش به پوشش متفاوت و عجیب و غریب ژیلا صادقی در آستانه انتخابات بیان کرده. در ادامه به این موضوع جنجالی می‌پردازیم. قبل از ادامه اگه به ویدیوهای ما علاقه‌مندید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. ژیلا صادقی رو به پوشیدن لباس‌های رنگی و اجرای پرحرارت با حرکت زیاد دستان و راه رفتن در استودیو می‌شناسن. خانم صادقی پیشتر هم در صدا و سیما با مانتو و روسری‌های رنگی و در جاهای لازم با چادر اجرا می‌کرد. اون ابتدا با بخش دوبله در صدا و سیما همکاری می‌کرد و سپس در سال 77 مجری خبر در شبکه 1 تلویزیون شد. سال 1383 مجری برنامه‌ای برای نوجوانان بود به نام بیدار شو آفتاب شد. در اون برنامه هم اجرای شاد و شلوغی داشت. آموزشگاهی برای آموزش فن بیان و اجرا داره که از سال 93 راه انداخته. حدود 3 سال به دلیل اختلاف سلیقه با مدیران اجرا نمی کرد و در خارج ایران از جمله آمریکا بود. در یه مصاحبه از اون پرسیده میشه آیا اون حاشیه رو دوست داره یا حاشیه اونو؟ چون اجرای جشنواره فیلم فجر و لباس و سایر کارهاش جنجالی میشه. یکی از اقدامات خبرساز اون انتقاد از همکارش آزاده نامداری بود که موضوع کتک خوردن از همسرش فرزاد حسنی مجری مشهور رو علنی کرد. ژیلا صادقی در یادداشتی بدون نام بردن از خانم نامداری رفتارش رو غیر قابل توجیه خوند و گفت چوب حراج به صدا و سیما زده و با بیمبالاتی حیثیت اجتماعی همکارانش رو هم در مخاطره قرار داده. خانم صادقی خواستار برخورد نهادهای نظارتی با آزاده نامداری شد که قربانی خشونت خانگی بود. ظاهر و سیمای اون در اینستاگرام 100,000 تاییش با صدا و سیما تفاوت داره. با همون کت و شلوار سفید جنجالی عکسی در اینستاگرامش گذاشته که موهاش پیداست و رژ لب قرمز داره. از زمان کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد حساسیت جامعه به موضوع پوشش زنان بسیار بیشتر شده. زنان زیادی برای نشون دادن مخالفتشون با قوانین جمهوری اسلامی که اونها رو علیه زنان و تبعیض‌آمیز میدونن حجاب از سر برداشتن. با این حال حکومت عقب نشسته و مجازات ها و جریمه های سنگینی برای زنان بدون حجاب اجباری در نظر گرفته. گرچه مجری شبکه 3 با موها و بدن پوشیده در تلویزیون ظاهر شده، اما کت و دامن بسیاری رو به یاد مرگ مهسا امینی انداخته که با لباسی سیاه و ساده بازداشت شد. شماری میگن این دامن نیست و مانتوه، اما در تصویر به صورت کت و دامن دیده میشه. علی احمد نیا، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب، در توییترش نوشت گشت ارشاد 1.5 سال پیش شما رو به خاطر پوشیدن کت و دامن توی شهر سوار ون میکرد. میشدی پیاده نظام دشمن برای تضعیف باورهای دینی در کشور، اما حالا در صدا و سیما شاهد مجری کت و دامنی هستیم. خدای شکر چه چیزا که ندیدیم ما. بیشتر کاربران این کت و دامن رو به موسم انتخابات نسبت دادن، نسبتی که چندان بی دلیل هم نیست و در انتخابات‌های قبل سابقه داشته. مخصوصاً که سخنگوی شورای نگهبان به تازگی گفته زنان بی حجاب حق دارند که رأی بدن. منتقدانی که حساسیت حکومت به انتخابات و کمتر شدن سختگیری‌ها در آستانه رأی‌گیری رو به یاد میارن، در واکنش به کت و دامن مجری نوشتن این ظاهرسازی‌ها باعث نمیشه که پای صندوق رأی برن. کاربری به نام پرهام در پایین پست اینستاگرام بی بی سی نوشت شلوارت هم در بیاری ما رأی نمیدیم. این کامنت با کامنتی مشابه در مجموع 6500 مرتبه پسندیده شدن. کمتر پیش میاد دیدن کت و دامن در تلویزیون موضوع بحث هزاران نفر بشه و عجیبتر اون که با انتخابات سپاه پاسداران و خاندان پهلوی ارتباط پیدا کنه. اما لباس مجری شبکه 3 تلویزیون ایران همه این ویژگی‌ها رو داشت. ژیلا صادقی مجری برنامه‌های صبحگاهی به تازگی به برنامه سلام صبح به خیر شبکه 3 پیوسته و از روز یک شنبه 24 دی ماه 1402
اجرای این برنامه رو آغاز کرده. کت و دامن مشکی اون در روز اول اجرا توجهی جلب نکرد تا دو روز بعد، سه‌شنبه 27 دی، که با کت سفید روی دامن یا مانتوی سیاه و کنتراست زیاد به چشم رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اومد. بعد از این ماجرا علی کریمی در استوری اینستاگرامش نوشت: مردم ایران فراموش نمی‌کنن هرزگان حکومتی رو. پرستو قدیمی شد، رفتن سراغ ژیلا. هشتگ هرزه نظام، هشتگ ژیلای نظام، هشتگ پرستوی نظام. حمید فرخ‌نژاد هم در استوری با کنار هم قرار دادن این سه تصویر نوشت: ژیلای نظام، فردای انتخابات، شب انتخابات، نزدیک انتخابات. وقتی نظام برای بقا به میفته. محمد عمرانی هم با انتشار ویدیویی در استوری اینستاگرامش گفت: یه جوونی زنگ زد گفت عمو جان شبکه 3 رو دیدی؟ گفتم که چطور؟ گفت که مجری چادری رو برداشتن مجری کت‌دامنی گذاشتن. گفتم خب به خاطر انتخابات دیگه. گفت نه عمو جان، انتخابات چی؟ انتخابات بهونه است، اینا میخوان لخشن. صحبت‌های مجری در پخش گسترده کلیپ‌های اجراش بی تأثیر نبود. اون به نیروهای سپاه پاسداران برای حفاظت از مرزها تعظیم کرد و در بخش دیگه‌ای شاهزاده رضا پهلوی و همسرش رو به سخره گرفت. درباره یاسمین پهلوی با خنده و استهزا گفت: برای نشستن کنار اون در مراسم $250 قیمت تعیین شده. منظور اعتماد از قروفر شاید ظاهر مجری، صمیمیت با مخاطب و مهمانان، خنده ها و لحن خودمونی و شاداب اون باشه که نه برای مردان صدا و سیما، بلکه برای زنان که معمولاً با چادر سیاه جلوی دوربین میرن اتفاقی عجیب تلقی میشه. برنامه سلام صبح بخیر شبکه سوم تلویزیون ایران از تابستون متوقف شده بود تا این هفته که با تغییرات جدید آغاز شد. به عمد یا اتفاقی لباس مجری دلیلی شد که این برنامه بیشتر دیده بشه و شهرتش به اون سوی مرزها برسه. ژیلا صادقی در بین همصنفان خود به عنوان یه مجری پرحاشیه شناخته میشه و اولین بار نیست که خبرساز شده. پیشتر اون در یه لایو اینستاگرامی با اشاره به علاقش به رهبر جمهوری اسلامی گفت: اگه مقام معظم رهبری پا به خیابون بذاره، قسم میخورم شاهد صحنه‌ای خواهید شد که در عمرتون ندیدید. حتی مردم برای سید اولاد پیغمبر اشک خواهند ریخت. اون در ادامه گفت: من ایشون رو زیارت نکردم و هیچ تعصبی هم ندارم. وابسته به هیچ جناحی هم نیستم، اما انسان هستم و قلب دارم و انرژی ها رو دریافت میکنم. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.